و ما خبر آخر، غدیر خم نام مکانی است در میانه راه مکه و مدینه که پیامبر اسلام در آن مکان پس از حجت الوداع حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به عنوان ولی و جانشین بلافصل خود انتخاب و معرفی فرمودند. سعید بهاری در گزارشی به مکان و جغرافیای غدیر خم پرداخته است. از مجموع معانی مختلفی که در فرهنگ‌های عربی برای غدیر ذکر کردند، میتوان این تعریف را به دست آورد که غدیر آبگیر و مکانی پستر و طبیعی در زمین است که آب باران یا سیل در آن جمع می‌شود. در مسیر سیل‌هایی که در غرب عربستان از سمت شرقی تا دریای سرخ ادامه می‌یابد، آبگیرهای متعددی وجود دارد که با عبور سیل در هنگام بارندگی آب در آنها باقی میماند و برکه‌هایی را تشکیل می‌دهد. اهل لغت و جغرافی نویسان و تاریخ نگاران محل غدیر خم را بین مکه و مدینه دانستند. مکانی در 200 کیلومتری مکه و 300 کیلومتری مدینه. بین درشت کوه در شمال و جنوب این آبگیر از شرق به غرب کشیده شده و تا دریای سرخ امتداد داشته و در مسیر سیل به صورت زمینی هموار و وسیع درآمده است. درختان بیابانی سمور که به فارسی کنار نامیده می‌شوند، به صورت متفرق در این مسیر به چشم می‌خورند. موقعیت خاص غدیر خم در آن است که آب جمع شده در آن در طول سال خشک نمی‌شود و به گفته کسانی که از نزدیک این مکان را مشاهده کردند، صدا در آن رسا و با اکوی طبیعی منتشر می‌شود و از این نظر متمایز از سایر برکه هاست. از سوی دیگر این مکان در راه بازگشت از مکه و یک منزل قبل از تقاطع و منشعب شدن چند جاده در جحفه است که محل متفرق شدن جمعیت بوده، لذا مکانی بسیار مناسب برای ابلاغ پیام مهم الهی در وصایت و جانشینی بلافصل پیامبر اسلام به شمار می رفت. اگرچه مسلمانان آن روز اکثرا از سوی مدینه آمده بودند، ولی انتخاب غدیر قبل از این تقاطع حساس در آینده های تاریخ که کاروان ها همین مسیر را طی می کردند، برای همیشه یادآور مراسمی بود که در 18 ذی‌الحجه در آنجا انجام گرفت. از زمان واقعه غدیر آنجا به عنوان مکانی متبرک در تاریخ ثبت شد و چون بر سر راه حجاج بود، هیچگاه از خاطره ها محو نشد. در مکانی که پیامبر صلی الله علیه و آله توقف کردند و نماز خواندند و خطابه ایراد کردند و امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان خلیفه بلافصل خود تعیین فرمودند، بعدها مسجدی ساخته شد و مردم به زیارت آنجا می آمدند. همکنون غدیر به صورت بیابانی است که در آن آبگیری و چشمه آبی وجود دارد. مردم منطقه نیز به خوبی از محل دقیق و نام آن آگاهند و می دانند که شیعیان هر از چندگاهی برای یافتن آن به این منطقه می آیند و پرسجو می کنند. اما مقامات سعودی از عبور حجاج از این منطقه جلوگیری می کنند و مانع از زیارت این مکان می شوند. مکانی که شاهدی زنده بر خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. سعید بهاری، شیعه ویوز، اخبار شیعیان جهان.